سازمان جهانی نفی خشونت مسلمان آزاده در رابطه با تشدید بحران انسانی در سودان پیامی صادر کرد. همکارم فاطمه موسوی گزارش می‌دهد. در پی وخامت بحران انسانی در سودان، سازمان جهانی نفی خشونت مسلمان آزاده وابسته به بنیاد جهانی حضرت آیت الله العظمى سید صادق حسینی شیرازی ضمن هشدار نسبت به بروز فاجعه انسانی همه جانبه در سودان، خواستار مداخله بین المللی برای توقف درگیری ها و اقدام فوری از سوی اتحادیه عرب و سازمان کنفرانس اسلامی شد. سازمان جهانی نفی خشونت در این بیانیه آورده است داده‌های حقوق بشری که توسط مجموعه ما دریافت شده حکایت از یک فاجعه انسانی در کشور سودان به ویژه پایتخت و برخی مناطق اصلی آن دارد که در میان یک سکوت خطرناک رسانه‌ای بین نیروهای مسلح در دو جناح درگیر رخ داده و مردم بی‌دفاع را قربانی خود کرده است. داده‌های بررسی شده توسط این سازمان نشان می‌دهد که نیروهای موسوم به پشتیبانی سریع مرتکب قتل و تجاوز وحشیانه با هدف قرار دادن زنان و کودکان شدند و علاوه بر آن باعث آوارگی اجباری غیر نظامیان در مناطق وسیع از پایتخت سودان خارتوم گردیدند. داده‌های حقوق بشر همچنین نشان می‌دهد که قطع کامل آب آشامیدنی در محله‌های پایتخت از هفته‌ها پیش و علاوه بر آن فقدان تمامی ملزومات ضروری زندگی و سایر خدمات زیربنایی و همچنین کنترل افراد مسلح بر کل مراکز دولتی انجام وظایف عادی را برای کارکنان دولت و افراد غیر نظامی غیر ممکن ساخته است. لذا این سازمان خواستار مداخله بین المللی برای توقف درگیری بین نیروهای ارتش و نیروهای واکنش سریع و تلاش برای نجات غیر نظامیان بیگناه از درگیری های جاری و همچنین راستی آزمایی جنایات جنگی و مجازات افراد و نهادهای مسئول آن شده است. این سازمان نسبت به یک فاجعه انسانی همه جانبه هشدار می دهد که اگر وضعیت به همین منوال ادامه یابد دیگر هیچ چیز و هیچ کس را بر جای نخواهد گذاشت و همزمان از اتحادیه عرب و سازمان های کنفرانس اسلامی می خواهد که اقدامی فوری انجام دهند.